خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به تشدید حملات به وزیر نفت خواهیم گفت تا پرونده قتل همسر محمد علی نجفی. تغییر لحن آقای ترامپ در مورد ایران و کار کردن با ایران و همیشه که فعلی. و در ادامه برنامه حالا بگو ببینم میدونی لزگی چیه؟ لزگی؟ آره. نه چی است؟ رقص ملی قفقاز. آها. از روسیه تا ایران، غرور و تعصب و شگفتی‌های فضا در برنامه‌های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام آقای بهنود، این داستان پرونده قتل میترا استاد واقعاً پرونده‌ای بود که یه ذره هم مطبوعات، هم جامعه ایران، هم فضای مجازی همه رو تو شوک برد. بله، همه اجزا رو برای اینکه تبدیل بشه به یه حادثه‌ای که اصلا از تفکر آدم بیرونه، چنین خود ویرانگری اصلا در مقابل چشم جامعه اتفاق افتاده و خیلی حادثه عجیب غریبی است. یعنی در هر کجای دنیا این اتفاق افتاده بود با این ابعاد، مطمئناً تا ماها جامعه، روابط عمومی، دنیا، افکار عمومی همه می‌خواستن ببینن چه اتفاقی پشت شد. بریم شروع کنیم با روزنامه اعتماد که در اول هفته رفته سراغ یادآوری حماسه، به گفته اونا حماسه سوم خرداد که داستان یک شهر فراموش نشدنی فتح خرمشهر هست. ببینید، اول این رو بدید بگم که امسال دوم خرداد خوب به هر حال اولا برخورد کرد به جمعه و بعدم به دلایل دیگه که به هر حال همه میدونیم. امسال معدودی، تا اونجا که من یادمه، معدودی سال هست که یادی از حماسه دوم خرداد نشد. میبینید که اعتماد در اول هفته شروع کرده است با سوم خرداد. سوم خرداد به درست روز بزرگ شادی در تاریخ ایران هست. همه شما که کوچک بودیم و ما که بزرگ بودیم، اون شادمانی تو خیابونه روز سوم خرداد یادمونه. بله. و اینکه مردم شیرینی به هم دیگه دور می‌کردن و این فریاد شادمانی عجیب غریبی که از رادیو جا همدلی مردم با. خب بریم روزنامه همشهری رو ببینیم که همین ماجرای آقای زنگنه هست، وزیر نفت. زنگنه برود، بابک زنجانی آزاد شود. خب حادثه مهمی بود. بعضی از روزنامه‌های استفاده‌های ژورنالیستی هم ازش کردن. این اشاره آقای بابک زنجانی، من یه مرتبه اشتباه گفتم اسمشون، بابک زنجانی، به این که معنیش این بودش که به من حالا احتیاج دارین چون میخواین تحریم ها رو دور بزنین، من آزاد کنید که دارم من رو باید آزاد بکنیم، اون کسی که بیاد جای من آقای زنگنه است. و برای این دوتا زدها با هم درگیر شدن، انگار یکی در مقام یکی از پذیرفته ترین وزرای ایران، یکی در مقام زندانی. به حال این موضوع گزارش همشهری است، گزارش خوبی است، گزارش خونسردی است. ببخشید. و معتقد است که این یکی از نسخه هایی است که منتقدان چیده بودن، یعنی در حقیقت یک جناحی رو از سراغ میکنه که در داخل حکومت هم هست و طرفدار این است که از این تحریم ها استفاده کنه و تحریم ها رو دور بزنه. و در آخر هم در واقع میگه که نمیگن که به چه قیمتی و درباره فسادهای ناشی از این تحریم دور زدن اصلا حرفی نمیزنن. خب بریم روزنامه بعدی رو ببینیم. روزنامه کیهان هست که صحبتهای آقای روحانی رو ببینید. بعد از این که از جلسه ای که آقای روحانی گذاشت با به قول خودشون اصحاب رسانه و اونجا این حرفم بر سبیل گفتگو گفته شده بود که منم سیستم نظرسنجی خودمو دارم، نگاه میکنم و از جمله اینکه وقتی که میام در توی خیابون به چهره ها نگاه میکنم میفهمم چقدر چون غمگینن، چقدر چون شاد. خب این سوژه بزرگی است دست منتقدین و همینطور طنزبردازا همه. بله. یعنی به هر حال آقای روحانی دیگه باید انقدر
مسلط به اوضاع باشه بعد از 40 سال سیاست ورزی که حداقل جلوی اصحاب رسانه. بله، حالا به حال اونو هر جا که میگفت به هر حال میرسید خبرش. این بعدن در متنی که داد دفتر ریاست جمهوری نبود البته، ولی کیهان دو روز پشت سر هم، همین روز هم روز بعدی به این موضوع پرداخته، به طور جدی هم پرداخته. آخرش هم گفته که در واقع کسی که یک چنین صحبت هایی میکنه چطور اختیارات بیشتری میخواد. تو سرمقالش گفته و شهر مدری به همین اساس سرمقاله نوشته ما چیو بگیم چیو نگیم، بعد یه نقل قولایی کرده از این و اون و آخر سر رسیده به اینجا که آقا کسی که نظرسنجیش اینه که پشت شیشه تاریک اتومبیل ضد گلوله بشینه به چهره های مردم نگاه کنه، اختیار بیشتر میخواد چیکار کنه. اینم از شیرینکاری های آقای شریف مداری. بریم روزنامه ایران رو ببینیم. قتل در آپارتمان خوبی حالا اتفاق افتاد، یعنی روزیست که حادثه اتفاق افتاد روزنامه های مختلف به شکل های مختلف پرداختن. بعضی روزنامه ها نوع پردازششون به موضوع یه ذره تعجب انگیز بود به خاطر اینکه آقای نجفی به هر حال جزء بنیانگذاره به اصطلاح همین حزبیست که الان سازندگی رو هم منتشر میکنه و مدت رئیس شورای مرکزی بودش و به هر حال یکی از چهره‌های قطعی بود، حتی در دوران که صحبت از ریاست جمهوری اینا میشد معمولا اینطوری بوده که در همه این سالها حتی بعد از آقای هاشمی حتی قبل از دوم خورداد ولی همیشه صحبت از اون میشد، آدم تحصیل کرده و آروم و که از دوره جوونیش که ظاهر شده بود به هر حال آدم تکنوکرات متینی بود، معمولا چیزای پرهاشیه نداشت و یه مرتبه پایان کار چه هاشیه‌ای پیدا کرد. این گزارش روزنامه ایران برخلاف نوع به اصطلاح سیاسی هایی که برخورد شد، اون یکی که اصلا فکر کرد اصلاحات به قلبش تیر خورد نمیدونم و دیگران چه کردن، کیهان اطلاعات دوتایشون همونقدر ماجرا رو دیدند که میباید میدیدن، یعنی در حد صفحه حوادث و نیومدن مثل بقیه هیجان زده بشن مطرح کنن. اون کاری که سازندگی کرد با انتقادهایی روبرو شد به حال، ولی ایران نه. اینجا این مقاله بارسقیان که به حال اهل تاریخه و بنابراین نگاه تاریخی کرده به موضوع هم دردناکه بابت دختر خانم جوان که الان نیست، هم برای نجفی که به هر حال شخصیت در واقع یه جوری انگار که دارن توضیح میدن که هم یک سرمایه اجتماعی که آقای نجفی بله. باشه و یه هم سرمایه انسانی. هم قاتل هم مقتول در واقع هر دو قربانی این پرونده هستن. بریم روزنامه سازندگی رو ببینیم با همون ماجراهایی که در مورد سازندگی و پوشش خبریش روز اول بود با عکسی که منتشر کرد و انتقاداتی که بهش شد. به هر حال عکسی بودش که روزنامه یه طرفدار و هم حزب علل قاعده باید نمیگذاشت. یا تصور عمومی بر این بود، یعنی از اون استنباط به این کردن که گروه سازندگی دارن فاصله میگیرن با کسی که یه همچین کاری کرد، به خصوص که یک تعبیری هم از آقای کرباسچی نقل شد که بالاخره تا امروز ما نفهمیدیم که این واقعا مال خودشون بود یا فیک بود، ولی به هر حال همه اینا با هم جمع شد. ناشار قوچانی توضیح داد که اولا اون عکسی که سلفی است که در داخل ماشین هست به بقیه روزنامه هم گذاشته بودن، سازندگی فقط نبود گذاشته بود، به بی بی سی هم اشاره کردن که بی بی سی هم منتشر کرد. بله خب به حال گفت مقصود این بود که همه جا منعکس کردن و بعد دفاع کرده بود ازش. یه نکته به اصطلاح بحث برانگیزی هم توی نوشته قوچانی که به نظر من بهترین سردبیر حاضر در روزنامه ایران هست وجود داشت و اونجا تاکید چند باره‌ای به بی‌طرفی. به هر حال نشریه حزبی است دیگه، که تو سعی خودشو در حد مقدور میکنه که بی‌طرف بمونه، ولی توقع بی‌طرفی هم از نشریه حزبی طبیعتا نداره. ممنون آقای بهنود، برمیگردیم با هم برگزیده ها و مجلات رو نگاه میکنیم. اما تا لحظاتی دیگر بهرنگ تاجدین اینجا در استودیوست تا از تازه ترین دو برنامه های دوبله شده بی بی سی فارسی به ما بگه. درست شد. انگار تو داری کیف میکنی رشید. دیگه کی پیش میاد یه انگلیسی رو شلاق بزنم؟ احتمالاً هیچ وقت. شما چی آقا؟ شما هم به رقص علاقه دارید؟ خیلی عذر میخوام خانم بنت، اجازه بدید دوستم رو معرفی کنم، آقای دارسی. خیلی جالبه به این فکر کنی که میشده روی زمین بیستی و به ماه اون بالا نگاه کنی و شاهد فوران‌های مهیبی باشی.
سلام بهرنگ، خوش اومدی به دیدبان. غرور و تعصب به قول معروف چیز محبوب منه، حالا چه سریالش چه فیلمش، بقیه رو برامون بگو چه خبر. خب بذار اول از مجموعه 5 قسمتی از روسیه تا ایران شروع کنیم که توش یه آقای به اسم لوینسون وود که قبلا مثلا رود نیل و آمریکای جنوبی و اینها رو هم خودش تنهایی رفته، از پیاده روی کرده، از کوه بالا رفته و اینا، میاد اینجا از سوچی در روسیه شروع میکنه. این کوههای قفقاز، رشته کوههای قفقاز اینجوری زیگزاگ میاد پایین، از جمهوری های روسیه رد میشه، گرجستان و آذربایجان و ارمنستان و اینا، تا میرسه به ایران، از البرز رد میشه تا برسه به دریای خزر. این وسط علاوه بر این منظره های قشنگ طبیعت بکری، سری آدم های جالب میبینه، کارهای جالب میکنه، اسب سوار میشه، خر سوار میشه، ماشین دودی سوار میشه، قطار عهد دقیانوس سوار میشه، یه سری کارهای عجیب غریب میکنه، برمیدارن میبرنش توی حموم میزننش و اینا. یه جایی یه سری قزاق ها دعوتش میکنن به نهار. خیلی ممنون، متشکر. به نظرم باید لباس شیکامو میپوشیدم. سلام، از دیدنتون خوشحالم. آه، باید یه تیکه از اینونو بکنم. باشه، باید بزنمش این تو بخورمش. عجب. یکم ودکا میخوای؟ حتما باید ودکا بزنی. مرسی. 70 درجه. میزبان ما آتامان است، رهبر جامعه قزاق. طبق رسوم مهمان نباید مشروب را رد کند. ایدی казачки. Я хочу предложить тост нашему путешественнику, заехал к нам на Кавказ. Люба! 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 70% الکل، یعنی از عرق سگی ما هم بدتره. همینجوری هم بهش ودکا میدن. میگم مثل که ولی رسم اونجا که وقتی مهمون دعوت میکنن همینطوری هی به سلامتیش ودکا رو میزنن. آره، این یکی از عجیب ترین قسمت ها نیست؟ این تیکای ایرانش خیلی جالبه. پشت وانت نیسان آبی سوارش میکنن، یه تیکه رو با ترک موتور میره، یه جا میره توی بازار تبریز با یه فرش فروش چونه میزنه، بعد یه جا میخواد از کوه علموت که اون همه لشکر نتونستن برن بالا یه نفری بره بالا. نکته جالب و متفاوتش با خیلی از مجموعه این شکلی اینه که فکر کنم یه مقدار زیادیشو خودش فیلم برداری کرده و یه دار و دسته گنده همراهش نیستن که مثلا یکی فیلم برداری کنه، یکی صدا برداری کنه و اینا. از این جهت یه ذره صمیمیتر و شاید واقعی تر از مجموعه این شکلیه که دیده. خب عالی. اولین قسمت مجموعه از روسیه تا ایران، عبور از مرز سرکش رو میتونید دوشنبه 20 خرداد ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل 9:30 شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید، قسمت‌های بعد رو هم میتونید هفته‌های بعد در همین روز و ساعت ببینید. بریم سراغ سریال غرور و تعصب. رمان غرور و تعصب نوشته جین آستین، احتمالاً یکی از معروف‌ترین رمان‌های تاریخ، خیلی ها ممکنه قبلا دیده باشن. این سریال هم یه نسخه کلاسیک این داستانه. برای کسی که ندیده باشه، قرن 19 یه خانواده بنت، آقا و خانم و 5 تا دخترن که اگر که آقا بمیره ملک و املاکشون به یکی از فامیلاشون به ارث میرسه و هم خاطر مادر دنبال اینه که این دخترها رو هرچه زودتر شوهر بده، خیلی هم تلاش میکنه شوهر پول دارن واسه شون پیدا کنه. یه پسر جوون پولداری به اسم آقای بینگلی میاد یه ملکی اون دور و برا میخره و این پسر جوون، این آقای بینگلی یه دوست دیگه هم داره به اسم آقای دارسی که حتی از آقای بینگلی هم پولدارتره. داستان تا حد زیادی بحث آقای دارسیه و جین دختر دوم خانواده بنت. بذار یه تیکر نشون بدم که اینا همون اوایل تو خونه آقای بینگلی، جین و خواهر آقای بینگلی شروع میکنن با آقای دارسی کل کل کردن. ببینیم. به ما ملحق نمیشید آقای دارسی؟ این کار نقض قرضه. منظورتون چیه آقا؟ فهمیدین منظورشون چیه؟ به نظرم بهتره نپرسیم. خیر، ما اصرار داریم منظورتون رو بدونیم آقا. اندام شما موقع راه رفتن بهترین جلوه رو داره و من از همین جایی که هستم بهتر میتونم تحسینتون کنم. چه گستاخ، چه جواب ناپسندی. چطور باید ادبش کنیم دوشیزه الیزا؟
کار آسونی نیست. سر به سرش بذارین. بهش بخندین. البته سعی من این بوده که نقطه ضعفی نداشته باشم که بهانه مسخرگی به دست کسی بدم. مثلا تکبر؟ شایدم غرور؟ بله، تکبر در واقع نقطه ضعفه. ولی غرور وقتی پای برتری ذهنی در میان باشه همیشه خصلت پسندیده‌ای. علی، ده ها سریال و در واقع فیلم از این کتاب نوشته شده که اینم یکیشه. اولین قسمت سریال غرور و تعصب رو میتونید پنج شنبه 23 خرداد ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل 9 و نیم شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید الان روی صفحه تلویزیون میبینید. قسمت های بعد رو هم میتونید هفته بعد در همین روز و ساعت ببینید. بعدی رازهای فضا. ببینید از این هفته یک شنبه ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل برای 4 هفته 4 تا مستند در مورد فضا و کیهان شناسی داریم. از بین این 4 تا اونی که من میخوام در موردش صحبت کنم در مورد رازهای انرژی تاریکه. انرژی تاریکه پدیده خیلی جالب فیزیکه. آقا دست از سرمو بردار. بابا سخت نیست. ببین خیلی خیلی راحته. اصلا از فیزیک کوانتوم سخت‌تر نیست. مثلا فیزیک کوانتوم خیلی راحته و اینها. انرژی تاریکه پدیده فضایی. میخوای به جای تاریکی بریم سراغ یه چیز دیگه؟ از یه چیز دیگه بگی؟ آتش فشان خوبه؟ باز بهتره به نظرم. خیلی خوب. ببین اون یکی جالب تر بوده. ولی یه دونه هم داریم در مورد آتش فشان های فضایی، در مورد آتش فشان های جای دیگه منظومه شمسی. یه چیزای جالبی توش داره، مثلا در مورد اینکه ماه یه زمانی سطحش پر از آتش فشان و گدازه بوده و اینها. ولی در شرایط حال حاضر ما خاموشه، مریخ خاموشه، تو زمین یه سری آتش فشان داریم، ولی زمین بین همه سیارات و قمرها در منظومه شمسی بیشتر این آتش فشان نداره. بیشتر این آتش فشان رو یه قمر مشتری داره به اسم آیو. ببینیم. اینک می‌دانیم که آیو بیش از 400 قله آتش فشانی فعال دارد که به اندازه ماه ما فشرده شدند. این عدد را با تنها 60 قله فعال روی زمین مقایسه کنید. قدرتمندترین انفجار در قله‌ای به نام سورت اتفاق افتاد که بر اساس نام یکی از غول‌های ایسلندی به زبان ایسلندی نامگذاری شده است. یک شکاف باز شده و حجم زیادی مواد مذاب از زمین به بیرون تراوش کرده و چشمه‌های مواد مذاب بزرگی به بلندی چند کیلومتر به وجود آورده. قطعاً صحنه دیدنی بود، اما نه از فاصله نزدیک. هنگامی که سورت قرش می‌کند، تلی از گدازه‌ها و خاکستر تا ارتفاع 500 کیلومتری در فضا پرتاب می‌کند. آیا برای اولین بار ثابت کرد زمین تنها سیاره‌ای نیست که آتش فشان فعال دارد؟ میدونم دلت پیش انرژی تاریک بود، ولی واقعا آتش فشانه هیجان انگیز داره. روز انرژی تاریک یک شنبه 12 خرداد ساعت 9 شب، اون از این جالب تره. همونطور که بهرنگ گفت، یک شنبه 26 خرداد ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل 9 شب دوشنبه پخش میشه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. افق آتش فشان های فضایی. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون در مورد این برنامه‌ها و بقیه برنامه‌های دوبله شده بی بی سی فارسی رو حتماً با ما در میان بذارید. و همینطور ممنونم از بهرنگ تاجدین. آقای بهنو، 4 تا برگزیده آوردین از شهرستان‌ها. می‌خواین شروع کنیم با دوات؟ ولی که با خبر شدیم، ولی فقط خواهش می‌کنم قبل از اینکه ورود بکنیم توجه داشته باشیم که اینا به حال نشریات شهرستان ها هستند و سراسری نیستند. طبیعتاً مسائل محلی خودشون توجه دارند بیشتر و خوب هم هست همطور باشند. حالا دوات رو ببینیم که نشریه فرهنگ اجتماعی هست و چی میخوایی شما ببینیم؟ سرمقاله خب در صورت قراره که فرهنگ اجتماعی باشه. مقاله جالبی داشت در مورد گزارش داشت از شهر، رشتی که خواب ندارد، رشت بزرگ نیست، دوست داشتن نیست و اینا. ولی برای من از همه عجیبتر سرمقاله آقای علیرضا پنجه‌ای بود که اصلا فقط شروعش با
به عنوان یک سردبیر و نشریه فرهنگی عجیب بود. میگن که یاد بگیرید آقا اینه که نسخه های محوه از شعرهای لورکا و حکمت را به عنوان شعر به خورد مخاطبان تینیجر از نوع عوام و ناسش میدهند. بعد حالا شروع میکنند یه سری انتقادهای واقعا با یه لحنی که یه ذره برای یه نشریه که و برای یه سردبیر یه ذره تنده. بریم بعدی رو ببینیم، فصلنامه ادبی فرهنگی قلم. این نشریه است که در کرمانشاه منتشر میشه، شماره 8 میشه و چنان که میبینیم فصلنامه ادبی فرهنگی است. این عکسی که دارید میبینید عکس آقای معینی کرمانشاهی است که شخصیت نامداری است که در ترانه و در شعرهایی که به خصوص تو ترانه آمده است خیلی ازشون یاد میشه، که از استادای مسلم ترانه‌سرایی ایران هست. بعدی شهربانو هست. ببینید برای شهربانو نشریه ایست که خانم‌های مشهدی، شهر روشن شب اشارهش به سرکار خانمی است که دارید میبینید که در پشت سرش دارید میبینید یکی از مجموعه‌ای که آباد کرده است و این بسا عشقش به زمین و برآمدن از طول زمین. این یک گزارش، یک گزارش دیگه روز در... همراه بانوی مشهدی که خاک را به کیمیا تبدیل. یعنی اصولا در اونجا قابلیت عجیب و غریبی هست که معمولا توی زعفران و این چیزا هم بالا میزده دیگه، منطقه خیلی خوبی از این بود. زن رو تو سیاست دیده، مسئله اشتغال زنان رو و پایین موندن و آمار رو مورد توجه قرار داده. برای خوبه، خیلی نشریه خوبی است دیگه. برای عالی. خب آفتاب ارومیه، این شماره اصولا کلن راجع به آقای حسنی هست. یکی از دفعاتی است که آقای حسنی پشت تریبون داره حرف میزنه. ببینید آقای شهردار ارومیه محمد حضرتپور میگه در حالی که همه برای نخستین سالگرد درگذشت ملکوتی مرحوم شیخ غلامرضا حسنی حاضر میشویم، موضوعی که بیش از هر چیز اذهان رو خودش درگیر کرده اینه که در یک سال گذشته که ایشون ما رو ترک کرد انگار که ترک نکرده است. ایشون معتقد است که افکار، منویات و روح حسنی زنده است و در بین مردم ولایت مدار و انقلاب دوست ارومیه تفکر او پابرجاست. امروز تک تک شهروندان ارومیه همه حسنی هستند. سردبیر هم آقای آیارلو هم تقریبا چیزی که نوشته با خاطراتی که ذکر کرده و اینا تصویری است که از اون میده، ایشون هم رفته تا یه جایی درست مثل زمانی که در 1919 گاندی در اوج بیماری با صدای نحیف در جمع 100,000 انقلابی هندی با پتک ستونهای مستحکم استعمار رو فرو میریخت، حاجی حسنی هم همین بود، با یک جمله سرنوشت یک شهر رو با گاندی مقایسه کردن. بله نه، بیشتر، حتی جلوتر از اون میره. مثلا آقای حسنی شخصیت جالب بودن. تو برگی از خاطرات تو همین مجله میگه که از پشتبان مجلس هواپیمای جنگی دشمن رو به رگبار بستم، بدون هماهنگی رفتم اون بالا و خلاصه شروع کردم رگبار بستم. بریم مجله ها رو ببینیم. فرهنگبان که مثلا که یک فصلنامه است ادبی، از اسمش پیداست، قرار است فرهنگبان باشه. صاحب امتیازش آقای حسین خانی است و سردبیرش آقای هاشمی پور. حالا ببینید از این اول که شروع میکنیم، ما متاسفانه خب طبیعتاً فرصت انقدر طولانی نداریم به اینکه بگم، همینطوری نگاهی بگم که همین اندازه رو اگر هر مجله یا روزنامه یا هر چی داشته باشه به نظرم میرسه که با هر قیمتی باید خریدش. ایران در تاریخ تمدن یه متن سخنرانی است که ویلی دورانت کرده بود در تهران در زمانی که من 2 ساله بودم. ببینید با 150 سال پیش میشه. در اون زمان ایشون در انجمن ایران امریکا صحبتی میکنه، خیلی هم صحبت مهمی است، هم از نظر علمی مهمه، هم از نظر بیانی که میگه مهمه، طنزی که توش مهمه، اصلا باید خوند. این نوشته ویلی دورانت قرار بوده بره توی یک دانشنامه چاپ بشه، اونجا به دلیلی نشده، بعد رفته دست به اصطلاح ترکیب آرتور پوپ برای اون 8 جلدی، ولی اونجا هم به دلیلی چاپ نشده و در نتیجه چاپ نشده بوده است تا رسیده است به دست به اصطلاح یکی از همکاران مجله و اومده اینجا. به همجد میشه فهمید که آقا جباری مدیر مزدا، انتشارات مزدا است، چقدر لطف کرده و این آشنا شدن ما با این متن هم یه چیز خیلی یونیکیه. آله. از اینجا یه گام بیایم جلوتر، این مطالب هر کدومشون واقعا در اوج خودشونه. یه مطلبی راجع به این سرشت ایلیاتی عصر فتحعلی خان قاجار، من نمیدونم که
آیا مجله خواهد تونست در شماره دوم خودش این کیفیت رو نگه داره یا نداره؟ ولی به نظر من اگه 50% هم نگه داره موفق. آی بهنوت خیلی خلاصه اگه میتونی یه نگاهی هم به معماری و درون بکنیم. معماری درون این فصلنامه‌ای است که برای معماری داخلی است در حقیقت، ولی معماری میبینه و طبیعتاً برای نشریه با این سوژه من فکر میکنم یکی از اولین آدمایی که باید میده همین مهندس فریدون کسرایی هست. این طرحی است که برای منزل شخصی خودش توی تهران داد که موقعی پایگاه همین هنرمندان طراح و این کارا بود. در همه این سالها استاد دانشگاه بود، تربیت کرد، ساخت از صندلی و دکور داخلی تا نقاشی تا بقیه کارها. و به همین دلیل هم یه موقعهایی بچه‌ها به شوخی و جدی میگفتن که ما نمیدونیم فریدون رو به عنوان برادر سیاوش کسری شاعر بزرگ بگیم یا اون برادر بزرگ رو به اسم فریدون بگیم. ظاهرا هر کدومشون بخش خودشون داشتن و این شماره در شناساندن او هست به نسل دوم سومی که بعد از اون اومدن به نظرم شماره خیلی مفید است. آلیس، کارتون آخر رو ببینیم از احسان گنجی. شکایت از اینکه کارگرانی که معترضند، کارکنانی که معترضند و بنابراین میان پشت درهای بسته ولی در بسته است. اون هم هر کی هست، حالا صاحب دولتی یا غیر دولتی، هر کی هست این خیالش نیست. نشابه خودش رو بخورد. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. مرسی که با ما بودید. منتظر نظراتتون هستیم. نظراتتون رو در مورد تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی میتونید برامون بفرستید به راه‌های تماسی که الان دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. کافی است که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به تلگرام بی بی سی فارسی با شناسه @BBC شما برامون پیغام بذارید. یادتون نره حتما پیغاماتون رو با هشتگ دیدبان برامون بفرستین. همینجا از طرف خودم و آقای بهنود با شما خدافظی می‌کنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.